بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا مؤسسه تحصیلات عالی هریوا هست و مؤسسه تحصیلات عالی هریوا میزبان اولین ایستگاه زمستان گرم در ولایت هرات هستند. ما در امروز در این مؤسسه آمدیم و میخواییم که ایستگاه اول را افتتاح بکنیم. البته صحبت هایم خواهیم داشت با مسئولین و رهبری این مؤسسه و چه شد که به گونه خود جوش برای ما پیشنهاد کردن که بیاین و در این مؤسسه هم میخواین که ما و دانش آموزان و مؤسسین و دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی هریوا هم میخواییم در این کار خیر شریک بشن. بیشتر صحبت میکنیم، البته من صحبت های خود در اینجا تمام میکنم. قرار ما اینجا یک بنری هم نصب بکنیم، یک تابلوی که اطلاعیه داشته باشه، به گونه فراخوان هست برای دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی هریوا. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در کنار من جناب آقای ولیزاده هستن، استاد ولیزاده، و ما افتخار هم تخلصی بودن را هم داره. بسیار انسان متین، خوش اخلاق و خوش برخوردی هستن، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی هریوا. با اینو صحبت میکنیم که چقدر آمادگی برای میزبانی از این ایستگاه زمستان گرم داره. تشکر از تشریف آوری شما. هریوا همیشه سهم بارزی داشته در عرصه‌های اجتماعی و خوشحال هستیم که امروز میزبان این ایستگاه هستیم در هریوا و ما تمام سعی تلاش خود خواهیم کرد تا بتانیم که برنامه دی برنامه به صورت موفقانه سپری بشه و به نحوی ما بتانیم همکاری بیشتری داشته باشیم، به شما بتانیم کمک‌های بیشتری برای جوانان، مخصوصا برای افراد نیازمند، جمع‌آوری بشه. و ما در این عرصه گام‌های قبلا هم برداشته بودیم، خب مطمئنم که با این برنامه شما، از این برنامه شما حمایت میکنیم همیشه. انشالله که ما بتونیم سهم خود در قسمت جامعه خود، در قسمت مردم خود ادا بکنیم. این یک افتخاره برای ما که ما تانستیم امروز میزبان چنین برنامه در هریوا باشیم. هریوا همیشه در عرصه‌های علمی و اکادمیک سهم بارزی داشته در اجتماع و امروز اگه بتونه در عرصه کارهای اجتماعی و کمک به نیازمندان سهم فعالی را ایفا بکنه، افتخاره برای ما. زنده باشین. ما اولین ایستگاه در هریوا ایجاد کرده ایم. تشکر. و جدای از این مسائل، تا جایی که ما به جریان و هریوا دست بازی در راستای تخفیف ها و جلب و جذب افراد نیازمند به خاطر تحصیلات عالی هم داشته. بله، ما یک سهم بارز از تخفیف ها را برای افراد نیازمند در نظر گرفتیم، برای افراد معلول و معیوب بورسی های رایگان در نظر گرفتیم، برای افرادی که علاقمند بودند و توانمندی نداشتند مطمئنم که ما همیشه بورسی های رایگان هم داشتیم برای از اونا و مطمئنم در بحث تخفیف هم همیشه برای اینا 50%، 30%، 20% تخفیف های جداگانه ما برای افراد نیازمند، افرادی که توانمندی کمتری داشتند و علاقمند بودند برای درس، ما همیشه پیشگام بودیم در عرصه تخفیف و حمایت مالی از چین افراد نیازمند.
بسیار خوب. پیام شما، گفتنی شما برای دیگر دوستان چی هست؟ پیام من، گفتنی من هست که ما هر کدام ما در هر موقعی که هستیم، در هر سمتی که هستیم و در هر نهادی که کار میکنیم، یک مسئولیتی در قبال خانواده داریم، یک مسئولیتی در قبال جامعه خود داریم. ما باید همیشه کوشش بکنیم که در هر قسمت یک سهمی بگیریم در قسمت جامعه خود. مردم ما نیازمند هستن، مردم ما مشکلات اقتصادی زیادی را تجربه میکنن و این دست به دست هم دادن ما هست که میتونیم مشکلات از اونها رفع بکنه. شاید این کمک ها آنچنان کمک های بارز محسوب نشه، اما این قطره قطره ها هست که جمع میشه و دریا میشه و این نیازمندی های مردم نیازمند ما را حل میکنه. و این گام ها را که ایستگاه زمستانی گرم به نحوه برداشته و این جوانان رضاکار دارن کار میکنن، ما همیشه استقبال کردیم و همیشه در خدمت از اونها هستیم و هر کاری که و هر خدمتی که از دست حریبا ساخته باشه، مطمئنم که در خدمت جوانا هست، در قسمت مردم نیازمند هست. انشاءالله ما در خدمت شما هست. تشکر. و دوستان عزیز، نگفته نمونه که این ایستگاه به مدت یک هفته در پانتون حریبا یا مؤسسه تحصیلات عالی حریبا ایجاد شده و بعد از یک هفته با همین تیم کاری انشاءالله میایین تمام دستاشته هایی که در اینجا وجود داره، البته در برای خیمه زمستان گرد منظور ما هست، انشاءالله تایی همین پروسه انتقال میده. با ما همراه باشین و میرین که بخیر یک دعایه بکنین و ایستگاه ایجاد بکنین. باز بعدن خداحافظی بکنین. دوستان عزیز، با جمعی از یک تشکیلی از هیئت رهبری و از مؤسسین و از رؤسا و از کارمندان اداری، البته یک بخشی رو در اینجا حضور دارن و میخواییم که با یک دعایه افتتاح این ایستگاه داشته باشیم تا روز پنجشنبه آینده که بخیر باز به همین مکان میایین و نتیجه رو برای شما اعلام میکنین. بالاخره شما رو به خدای پاک میسپاریم.